خانم طاهره اسماعیلی از ایران. مادرم فوت شده، مال و اموال هم ندارد. نماز و روزه قضایی او چه حکمی دارد و نیز خمس کفن و دفن او چگونه می شود؟ حالا که مال و اموال از مادر شما باقی نمانده، دیگر بگردن شما هم واجب نیست که روزه و نماز قضایی او را بگیرید و بخوانید. اگر توان مالی دارید، اقتصاد شما یاری میکنه، بهتر هست که برای مادرتان یک کسی را اجیر بکنید که روزهشان رو بگیره یا نمازشان رو قضا بکنه، یا خودتان روزه قضایی مادر را بگیرید یا نمازشان رو بخوانید. در صورتی که اگر اقتصاد خود شما هم یاری نمیکنه دیگر لازم نیست. اما در مورد غسل کفن و دفنشان، در مورد کفن، اگر کفنی را خودشان تهیه کرده بوده و خمسشان را قبلا پرداخت کرده، دیگر لازم نیست که خمس او پرداخت شود. و این مصارف دفن را هم اگر از اموال خودشان، فرضی است که شما میگید مال اموال باقی نمانده، وقتی قوم و اقارب میآیه مصارف دفنشان را پرداخت میکنه، یا چی بسا حتی کفن را هم اقارب یا مثلا فرزندانشان برایشان آماده میکنه، در این صورت دیگه خمس او نسبت به مادر شما واجب نیست. کسی از قلعه وزیرآباد سوال نموده: مادرم مرض شکر دارد، مدت 4 سال است روزه نگرفته و کفاره هم نداده است، لطفاً راهنمایی کنید تکلیف شرعی او چه می شود؟ روزه هایی را که شما در حال مریضی نگرفته، او روزه ها قضا ندارد، چون پدر شما در حالی که مریض بود توان روزه گرفتن را نداشت. بنابراین او روزه هایی را که در حال مریضی نگرفته، قضای اون روزه ها برای شما واجب نیست. اما برای شما واجبه که برای هر روزی که روزه نگرفته باید 750 گرم مواد غذایی مانند آرد، مانند برنج یا نخود، گندم، جو و امثال اینها را برای شخص فقیر بدهد، که تقریبا مجموع یک ماه را اگر در نظر بگیریم 3 سر و 1.5 کیلو میشه. این مقدار 3 سر و 1.5 کیلو مواد غذایی را به فقیر باید بابت کفاره بدهد. نکته یک توجه داشته باشید اینه که اگر کسی مواد غذایی را به فقیر ندهد، بلکه قیمت مواد غذایی یا پول مواد غذایی را به فقیر بدهد، کفایت نمی کنه. اگر کسی این گونه کفاره برش واجب میشه، حتما باید خود مواد غذایی را برای فقیر پرداخت کند. و برای خود شما خواهر محترمه هیچ چیزی واجب نیست، و برای شما نه قضای روزه های شما واجب هست و نه هم کفاره روزه های شما واجب هست. شما در این زمینه هیچ گونه تکلیفی ندارید و انشالله خاطر شما آرام باشد. ابراهیم موحد از کابل. سوال اول: اگر مادر و پدر انسان فوت کرده باشد و نماز قضایی هم داشته باشد، پسری با سواد دانشگاهی او میتواند قضای نماز آنان را بخواند یا خیر؟ اگر میتواند تحت کدام شرایط؟ سوال دوم: آیا پسر اگر خودش روزه قضایی به گردن داشته باشد، میتواند قبل از ادای روزه خود روزه قضایی پدر و مادرش را بگیرد؟ در بخش اول سوال شما میخواهم عرض بکنم که نه، اشکال نداره، میتوانه که یه فرزندشان هم نماز قضایی پدر و مادرشان را بخوانه، به شرطی که قرائت نمازشان صحیح باشه از لحاظ تجوید، یعنی مخارج را از همون الفاظ را از مخارجشان ادا بکنه، و دیگر نماز را به نیابت
پدر و مادرشان بخوانه اشکال نداره. اما در بخش دوم سوال شما، اگر وقت تنگ هست، یعنی اگر شما قضای روزه پدر رو بگیرید یا قضای روزه مادر رو بگیرید، دیگه نمیتوانید که روزه خود رو قضایشون رو بگیرید، در این صورت شما امون قضای روزه خود رو بگیرید. اما اگر وقت وسعت داره میتوانید که نماز قضای روزه قضای پدر رو هم بگیرید و روزه قضای مادر رو هم بگیرید و روزه قضای خود رو هم بگیرید، در این صورت اشکال نداره. میتوانید که اول قضای روزه خود بگیرید بعد قضای روزه پدر و مادر رو، یا برعکس اول قضای روزه پدر و مادر رو بگیرید بعد قضای روزه خودتان. خانم مهسا از کابل، سوال اول، لطفاً حکم بلغم در ماه رمضان را بیان نمایید. آیا بلغم روزه را باطل می کند یا خیر؟ سوال دوم، آیا سرمه کشیدن چشم در ماه رمضان جایز است یا خیر؟ سوال سوم، لطفاً احکام غسل در ماه رمضان را برای ما بیان نمایید. سوال چهارم، آیا خوردن قرص برای جلوگیری و تأخیر از عادت ماهوار در ماه رمضان برای زنان جایز است یا خیر؟ سوال پنجم، دختری که 7 روز مریضی ماهوارش تمام شود و بعد تا روز دهم چیزی از بدنش خارج شود، حیض گفته می شود یا خیر؟ در قسمت سوال اول خواهر محترم عرض کنم که تا زمانی که اخلاط سر و سینه در فضای دهن نرسه و از حلق پایین بره، در این صورت شاید هیچ کس از مراجع نگفته که روزه انسان باطل میشه. اما اگر اخلاط سر و سینه در فضای دهن برسه و عمدن انسان رو فرو ببره، بین مراجع نظام تقلید اختلافه. بعضی ها روزه او را باطل می دانند. اما حضرت آیت الله عظمای سیستانی حفظه الله حتی در امی صورتی که اخلاط سر و سینه یا بلغم در فضای دهن رسیده و انسان او را دوباره قورت داده و فرو برده، میگه روزه باطل نیست و روزه از آدم صحیح. در قسمت دوم سوال شما عرض کنم که سرمه کشیدن و دواریختن در چشم در صورتی که مزه او یا بوی او به حلق برسه مکروهه، اما اگر مزه و بوی او در حلق نرسه حتی کراهت هم نداره. در قسمت سوم سوال شما، احکام غسل های ماه مبارک رمضان با غسل های سایر روزها تفاوتی نداره، فقط یک تفاوتی که در ماه مبارک رمضان هست اینه که اگر کسی در شب جنوب شده و یا خانم از عادت ماهیانه پاک شده و یا از خون نفاس پاک شده، باید قبل از اذان صبح غسل بکنه، که اگر عمدن قبل از اذان صبح غسل نکنه بر حالت جنابت یا بر او حالت حیض یا نفاس باقی بمانه، در این صورت روزه فردایش باطله. دیگه از دیگه جهت بین غسل های ماه مبارک رمضان و سایر ایام فرقی نیست، فقط یک تفاوتی که هست اینه که اگر کسی در ماه مبارک رمضان میخواد غسل ارتماسی انجام بدهد، چون سرش زیر آب فرو میره، بنا به فتوای تعداد از مراجع نظام تقلید روزه او باطل میشه. اما طبق فتوای حضرت آیت الله عظمای سیستانی، فرو بردن سر در آب مکروه هست اما مبطل نیست، لذا روزه او هم در این صورت باطل نخواهد شد. در قسمت سوال چهارم شما عرض بکنم که خوردن قرص برای جلوگیری یا به اصطلاح عامیانه گولی خوردن برای جلوگیری از عادت ماهیانه، در صورتی که برای خانم ضرر متناوب نداشته باشه اشکال نداره و جایزه، و اگر کسی از این قرص ها استفاده کرده باید در ماه مبارک رمضان روزه خود را بگیره، ولو این که اگر نسبت به ماه‌های گذشته حساب میکرد، مثلا چند روزی از ماه مبارک رمضان با عادت ماهیانه یا حیض او برابر بود، ولی چون در اینجا از آمدن خون حیض جلوگیری شده، پس برای آدم لازمه که باید حتما روزه خود را بگیره، دیگه قضا هم به گردنی آدم لازم نیست. در قسمت پنجم سوال شما عرض بکنم که لکبینی هایی که این خانم بعد از 7 روز داره
و تا 10 روز ادامه پیدا میکنه، این لکبینی ها حکم حیض را داره و بر این خانم لازمه که به وظیفه زن حائض عمل بکنه و بعد از تمام شدن این لکبینی ها اگر تا 10 روز بوده یا قبل از 10 روز، او زمان غسل حیضش را انجام دهد. کسی میپرسد من از سال گذشته مریض بودم و مدت 11 روز روزه ماه رمضان را خوردم. اکنون نسبت کهولت سنی توان غذایی آن را ندارم. لطفاً راهنمایی‌ام کنید. حالا که شما این روزه را به خاطر کهولت سنی گرفته نمی‌توانید، در این صورت وظیفه شما یه است که در بدل هر روز 750 گرم فدیه برای فقرا پرداخت بکنید.